چرخیده. هیچ مردی جرأت چپ نگاه کردن به زنهای خاندان ما رو نداشت. اگرم یه وقت داشت، پدرم ابتدا سه بار سر خودش رو به دیوار میکوبید، بعد محکم میزد تو گوش من. یه بار پدرم همچی زد که فک بالاییم از فک پایینیم اومد یه مقدار جلوتر. اون موقع من 4 سالم بود. تو الان 4 سالته. 4 سال. تو الان چند سالته؟ 4 سال. چه احساسی داری؟ خلاف ادبه. دکتر محرم اسرارته، بگو. چیش دارم؟ کنار کسی دیگه ایم هست؟ بله، بابام، مادرم، امانیوس و خواهرم ناهید تو بغلم داره میلرزه. آها، داشتی میگفتی خواهرت داره میلرزه، چرا؟ برای اینکه مامانم و امانیوس همینجوری دارن عشق میریزن. چرا؟ برای اینکه بابام تو خونه داره عربده میکشه. چرا؟ برای اینکه مامانم و امانیوس تنهایی رفتن بیرون بدون بادیگاردشون احمد علی. احمد علی کیه؟ تنها مرد مورد اعتماد خانواده نشاط. خب مامانت چی میگه؟ مامانم فریاد میزد خدایا ما رو از دست این مرد نجات بده. من تو این خونه پوسیدم، امانیوس ترشید. آها، بابا چی گفت؟ بابام هیچی نگفت. به طرف مادرم حمله کرد، مادرم جا خالی داد، بابام از پنجره رفت بیرون، ما دیگه ندیدمش. البته خونه ما طبقه 17 بود. من از پنجره پایین رو نگاه کردم، پدرم همینجور که کوچیک‌تر میشد فریاد زد پرویز راه منو ادامه بده. منم همین کارو کردم. نمیدونم چرا همه میگن مثل پدرتی تو. تا مثل پدرتی بیماری تعصب داری. باید شهامت به خرج بدی. شهامت. تا الان برای خواهرت چیکار کردی؟ چی بهش دادی؟ برای خواهرم چیکار کردم؟ چی بله؟ من برای خواهرم چیکار کردم؟ براش ماشین خریدم، تو حیات خونه عقب جلو میکنه. شب از ماهواره فیلم ضبط میکنم، صبح به صبح میدم ببینه. براش کامپیوتر خریدم، فقط تو اینترنت نمیتونه بره. تلویزیون هم نگاه میکنه، برنامه ورزشی، البته فقط تیراندازی بارمان. تو الان خواهرت کجاست؟ تو خونه. تو خواهر من چیکار داری؟ تو فقط یک راه داری، ناهید و آزادش کن بره. بله. مگه قرار نبود فردا بری کشور فروش هتل ناهید؟ بله، به خاطر چکل برگشتیم باید هتل بفروشم. خب این بهترین فرصته، بذار خودش تنها بره. قدم اول سخته ولی شهامت میخواد. پنجرهای بسته ذهنت رو باز کن، درهای خونه رو باز کن، آزادش کن، بذار بره. باشه، ولی با بادیگاردش میره. احمد علی. پدرم همیشه میگفت اگه یک مرد در دنیا باشه که نامرد نباشه احمد علی. به من وصیت کرد که پسر احمد علی رو از خود نران. میگن که 1.5 سال همین احمد علی بادیگارد شاه عباس بوده. احمد علی تو بادیگارد ناهیدی. نگو آقا. این همراهو بگی، هر نیم ساعت به نیم ساعت زنگ میزنی. چشم آقا. تو هواپیما نگفتم، وقتی هواپیما نشست از توی باند زنگ میزنی. چشم آقا. احمد علی چشم از خانوم بر نمیداری یا؟ چشم آقا. هر کی به خانوم نگاه کرد چی؟ میزنم تو گوشش قایم میزنم. احمد علی اگه کار تو درست انجام ندی تو چاه کارخونه خفت میکنم. آقا من رو ببر چی؟ لب دریا؟ اونجا خفم کن برس زنگ. اونجا بهتره؟ بای. ببین به محض اینکه اونجا رسیدید فتحی میاد دنبالتون. گوشت با منه؟ بگو بلا فاصله پولو که گرفت میریزه به حساب. بوزینه؟ یا بیر مشتر اینه آنفورد. اینم که آلمانی ور میزنه وکیل مرتضویه، 114 کیلو وزنشه، مهربانه، تو کار خودش استاده، اربا عمش احساساتیست و آیکیوش در حد آیکیو مرغه. حالا مرتضوی کیه؟ اون یکی کلاوردار شالاتان که میخواد سر به تن من نباشه.
کارا خوب پیش میره؟ کارا خوب پیش میره. و تو آلمان همه چی رو به راه دیگه؟ خدا رو شکر همه چیز رو به راه. شکر مهندس نشاط خوابون دیوستان. بله. دو روز دیگه هم برگشتی چک رو میگیریم و بلافاصله میتونیم برگ جلبشون هم بگیرن و اقدام. اگه برگشت نخوره چی؟ کسی که قادر نیست 100,000 تومان حقوق منشیش رو بپردازه از کجا میتونه 630 میلیون تومان چک شما رو پاس بکنه؟ ببین برو من این دفعه که گن نزنی ها دست شما درد نکنه آقای متصلی. تو اگه نقشه بستر کارخونه اینجوری به فکر من نرسیده بود که تا حالا طلبکار مهندس نشاط انداخته بودم تو الافتونی، حکم توقیف اموالش هم گرفته بودم، سر ما بی کلا مونده بود. اونها به فکر وصول طلباش هستن. اونا فکر میکنن اهم پاراره کسی میخره که اونا به پولشون برسن. فوراخ جای میدون شوش هم باید چیز دستی بدن بیانی آشنانه رو جمع کنم و خودشون ببرن. آقای مرتضوی اونا میخوان زمین کارخونه رو بفروشن. شما وکیل اونایی یا وکیل من؟ البته وکیل شما. سلام خانم. آقا کی با کن؟ آقای فتحی هم وکیلمون دیگه. بفرمایید. خیلی خوش اومدید. بفرمایید. مرسی. اینم وکیلمه. باباش وکیل بابام بود. 7 زبون زنده دنیا رو بلده اما زبان اصلی حرف میزنه. همه کاری هم بلده جز وکالت. اینم تصاویری زیبا از جزیره کیشه. همجوری بیخودی. خب همه چی درست کنم. شما تندی دفتر امضا بکنید. آقای فتحی یه دقیقه خودکارتون رو بفرمایید. یه دقیقه دستتون رو امضا اینجوری خوبه؟ این چه بیشتر کار دکن؟ اینقدر؟ بله امضا بکن. لطفاً دوتا امضا بفرمایید. اینجا در سب بسانت برابر است. اینم کارخونه بابامه، به هم ارث رسیده، ور شکسته، منتها من راش میندازم، من دوباره راش میندازم. یه 600-700 میلیونی چک دارم که پاس میشه، مهم نیست. خیلی غمگینم الان. همراهمو بگیر. همراهتون؟ چرا در رو نگاه میکنی؟ میگم تلفن همراهمو بگیر، دست احمد علیه. همراهمو بگیر. هیچ وقت موافق منشی زن نبودم، ولی باباش منشی بابام بوده. خیلی ممنون. قربان شما. مراقب خودتون باشین. به به خانم نشاط خیلی خوش اومدید. متشکرم، مرسی. تنها تشریف آوردین؟ نه خیر، من تشریف آوردم. بله خودم میبینم. من تا نیم ساعت دیگه یه ماشین میخواستم. اطاعت میکنم. متشکرم. من کلید اتاق مخصوصی رو بدم. بله. سوراخ کیف خانم رو ببرین بالا. محسن توکیو. اینم محسن توکیوست، مردی که آبا و اجدادمونو به باد داد. آقای مهندس، همراهتون در دسترس نیست. همراه آدم در دسترس نباشه خنده داره؟ اینقدر بگیرش تا بگیریش. دفتر مهندس نشاط بفهمید. الو، آقای نشاط هستن؟ هیچ معلوم هست شما کجایین؟ کیه؟ احمد علی. بده من. بوشی. هیچ معلومه تو گوری هستی؟ یعنی تو کدوم گوری هستی؟ تو تماس نمیگیری؟ آقا من الان اومدی هتل. نایت خانومم رفتن یه دوش بگیرن. خیلی خوب. چی کار کردین اونجا؟ کار محضر تمام شد آقا. شما خیالتون راحت باشه. خب من... الو؟ الو احمد علی، الو همراهمو بگیر. شما خودتون اتاق ندارین؟
خسته نباشین. متشکرم. قربون شما. ماشین حاضره؟ کاملا کامل. آقای محسن تو کیو امروز در بس در اختیار شما. بدون راننده باشه لطفا. هر طور میل شماست. بوی احمد علی چه کیفی داره. خوب رانندگی میکنم نه؟ چه نویکو؟ چی شد؟ خودش خورد. بس بده نگاه میکنیم. بلنش کنیم بزنیم تو بس. آقا این گرم نزیزم. بس بده بس. من ببینیم تو مجبور. مگه میشه نویکو زنده شده باشه؟ میدونستم مردی که لوس میدونستم خدا یه روزی معجزه میکنه. کجاست؟ الو 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 پسر تماس. میدونی چند سال من چی کشیدم نایکو؟ نه اصلا میدونی صدای کی بود؟ این صدای کی بود؟ خدا هیچ کس لاهید به من دروغ نگو. این صدا کی بود؟ من دارم صداشو میشنوم. هیچکی داداش اشتباه میکنی. من دارم صداشو میشنوم. تو که خوب اینقدر فارسی یاد گرفتی چرا پرت و پلا میگی؟ من پرت و پلا میگم؟ من پرت و پلا؟ نه من منظورم من پرت گوشید من پرت و پلا میگم؟ نه من یه پرت و پلا اینست. الو همرامو بگیر بگیرش بگردیم بسفن نمیتونم چی بله نمیتونم نفس عمیق عمیقتر پای راستتون رو بدیم بالا اون یکی پاتون ببندش رادیولوژی عکس بگیرم ببینیم جای شکسته یا نه ببخشید خانم دکتر پس دیگه با من کاری ندارین دیگه میتونم برم با اجازتون متشکرم کجا؟ خانم دکتر تو من نگفتم نمیتونم برنم چرا اینجوری میکنی تو؟ نه خانم تا ایشون رضایت ندن نمیتونید برید باید صبر بکنید تا پلیس بیاد پلیس واسه چی من عجله دارم ای خود ساکت باشین لطفاً آی محترم این چند تا هست؟ حدود 6 تا سیتی اسکن از مغز با تزریق خانم دکتر دروغ میگه هیچیش نیست نگاه کنید از منم سالم‌تره به خدا داره فیلم بازی میکنه من بلیط دارم امشب باید تهران باشم وگرنه من یا باید رضایت ایشون رو بگیرید یا برن چکاپ کامل بشن بفرمایید بیرون تصمیمتون رو بگیرید بفرمایید چرا همچین میکنی؟ شما مثلا تصادف کردی حالت بده؟ چرا فیلم بازی میکنی؟ اول ادای دیوونه ها رو در میاری بعدم میگی ضربه مغزی شدم خانم زدی ما رو آشلاش کردی میخوای دری؟ نمیخوام درم خدایا این چرا نمیفهمه من چی میگم بابا جان من امشب باید تهران باشم بلیط دارم گفتم وکیلم بیاد اینجا اصلا
میگم بیاد اینجا پیشت بمونه خوبه؟ من وکیل لسیته میخوام چیکار کنم؟ اگه بیفتم ببینم خونم پای کیه؟ پای من. بذار برم. میگم اگه آدرس خونت رو بدی میذارم بری. خجالت بکش. خانم لکات کجا این آقای فتحی این منو دیوونه کرد؟ حالا من دنبال کار هتل شما امرده گفتی در 20 تومن کافه دست میمونه ست پوشی که برایم پریزنی؟ بابا ولخزه کن کم میاری صافکارش بیشتر از ناب میخوره. شفتالو شما چی میخوای؟ خسارت موتور تو؟ خسارت نقص عوض؟ آها پس بگو حسابی کیسه بود افتی؟ کیسه دختی چی عزیزم؟ تمام مال دنیا فدای یه تار موش. پس تو رو جون هر کی دوست داری بذار برم دیگه. این کلک ها دیگه قدیمی شده. خدای من چی کار کنم؟ خدا شفاشون بده. خانم دکتر خسته نباشید. آقای فتحی وکیل من، میتونم برم؟ حالا که وکیلتون اومدن بله مشکل شما میتونید تشریف ببرید. متشکرم. آقای فتحی یه دقیقه بیاین. پاکت داری؟ پاکت چی خالی؟ بله اینو بده. ببخشید ببین به این پسره رضایتشو جلب کن. خانم اما مبلغ اق قربقه خیلی زیاده. شرش کم شده که شما که اخلاق داداش منو میدونین که. کجا داری در میری؟ واسا چی ستاره؟ شلاغو نبا کده ببا تی پکر اپاکت خانم فده بگی نامه؟ بله نامه اشمه گوسفند. چی پول تو خواست؟ صدای کی بود تو ماشینت؟ صدای مرد غریبه اومد تو ماشینت. تو حرف نزن؟ تو حرف نزن؟ احمد علی کجاست؟ یه دفعه گذاشتم تنها از این خونه بری بیرون. جواب منو بده. من پرت و پلام که موبایل منو قطع میکنی؟ جفتتون رو میکشم. تو رو میکشم. تو عزیزم احمد علی این وسط چی شد؟ چیش میده بس من؟ ناهیکو کیه؟ ناهیکو کیه؟ ناهیکو. تو عزیزم تو که در اون مطب اون دکتر گوستاله رو میدم جل بگیرم. چیش میده بس من؟ ماشین کرایه میکنی؟ تک چرخ میزنی؟ احمد علی کجاست؟ مطمئنم همون یه روزم که گذاشت برم کیش معجزه شده بود. هم دل خجسته ای داری، حتما به نفعش بوده. مثل بهرام که حرفش گوش میکنی. ولی من مطمئنم هر چی میگه از رو عشق و علاقه است. وای که به خدا من مردم از این همه عشق و علاقه خرکی. وقتی من به تو میگم ساده هستی اون وقت میگه چرا؟ آقا ما از رو عشق پدری بود که من از شیراز ورداش آورد تهرون داد دست کاکام که مثلا چی عشق پسر سلطان عبدالله خان از کله من بپره. فریدم جون میمیشی بپره؟ 20 سال منو توی خونه حبس کرد ولی 100 تا خواسته کار برای من اومد. بیشتر بود 142 تا. حالو چی توفیری میکنه؟ وقتی آقا از پنجره رفت بیرون انگار که بخت منم از پنجره پرواز کرد رفت. پرویزم میخواد هم بلایی به سر تو بیاره که کاکام به سر من آورد. عین من نکورم نشالم نکچر. اینم ام معنیس بود. اصلا نذاش من توضیح بدم راجبش. در 24 ساعت 26 ساعت حرف میزنه. فعلا شرکت تعطیله. بخواد ایماش بدهی چک صفته این چیزا. آیا مهندس مدنه زنگ زنم؟ سلام مهندس. شما میتونی بری؟ هنوز که ساعت 5 نشده. یا خیر برای همیشه میتونید برید. برای همیشه. بله ببخشید آقای مهندس من متوجه منظورتون نشدم. کارخونه تعطیله شما هم تعطیلی. نمیشه حالا یه مدتی اینجا بمونم؟ خیر امور اداری، امور مالی، تولید همه تعطیلن. خانم من حقوق اضافه ندارم که به شما بدم. من حقوق نمیخوام آقای نشاط، فقط میخوام کمک کنم تا کارخونه دوباره راه بیفته. حس انسان دوستتون قابل تقدیره.
حالا حقوق نمیخوام یعنی چی؟ تشریف میبرید هر وقت کارخونه راه افتاد خبرتون میکنیم. بفرمایید، خواهش میکنم. نمیشه حالا. ای شما لباس رو بپوشیم بریم بیرون. از جر زدیم؟ نشاط چکمون رو پاس کرد. چی؟ نشاط هتلشو فروخته، چکمون رو پاس کرد. پس تو چه غلطی میکنی؟ خب من چه میدونستم هتل داره؟ هتل از کجا در اومد؟ تو که میگفتی این یک قرار پول نداره که؟ من که نمیدونستم که عزیزم، بابا خبر نداشتم از بس خرید. آخه من گناهی ندارم که من همینجوری داشتم فکر میکردم. ساکت باش بذار فکر کنم. یکی نمیشه فکر، اینجا خیلی گرمه. شما چند شنبه رفتین کیش؟ یک شنبه. اون وقت امروز چند شنبه است؟ سه شنبه. بعد تو این مدت تو کجا بودی؟ تو کیش. اون وقت الان ناهید کجاست؟ نمیدونم. پس تو چی میدونی؟ یه اکیپ جور کردم تو رو پیدا کنن. ناهید یک شنبه شب اومده تهران. شما برش اینجایی؟ براتون آب آوردم. ای خدا، من آب نمیخورم. بفرمایید خونتون. از جلو چشم برو برو. اون بر پنجره است، در این وره. ای خدا، چقدر چکشید از طلب کراش مونده. اونجا که من خبر دارم 760 میلیون که من چکش دست دارم کنم همه شو بخن. و محسن توکیو به تهران آمد با توپولوف. بیا عزیز جون بگیر بشه. که خوربونت برم. دست شما درد نکنه. بفرمایید ببین براز بیران خریده. دست برم مادر، چرا زحمت کشیدی؟ بشین عزیز، حالا خیلی مونده، خیلی مونده، بازم هست. بشین شما ببین اینو ببینه چیه. این یه دستگاهیه که برای عزیز جون خودم خریدم. این دستگاه برای پشتت پاهات که درد میکنه خیلی خوبه. نگاه کن، نگاه کن، این ماسوسکا رو میچسبونی هر جایی که درد میکنه، حال پخش میکنه. سر سس و تمام دردا میرن دنبال کارشون. چیه مادر؟ آدم تنش مورمور میشه. آه مورمور چه نمیشه که، یک زغزغ باحالی داره، حال پخش میکنه دیگه. مادر این همه رفتی زحمت کشیدی، آخه برای چی پولاتو بی خودی اتا آشغال خریدی؟ من پیرهن میخوام چیکار کنم؟ قربونت برم الهی، رفتی ژاپن، این همه عرق ریختی، کار کردی، زحمت کشیدی، اگه این پولات جمع کرده بودی یا الان 10 تا مغازه داشتی. بی خودی باشتی رفتی. این چوب موبا چیه؟ کی تا حالا با دو تا چوب غذا خورده که تو دومیش باشی؟ آخه عزیز جون دم غنیمته، اینقدر قصه مال دنیا رو نخور. میخوایم بریم خواستگاریش. این پنبر از گوشت در. من جایی نمیرم که سنگ روی یخ باشم. حال و حوصله فیس افاده مادرشم ندارم. مادرش به رحمت خدا رفته، فقط برادر زنمونه که بالا سرشه، داداش بزرگش. جیک فیکش هم در برده. ببین محسن، خیالت راحت کنم، من خواستگاری دختری میرم که خودم باید پسندم. شما این پنبر از گوشت درار. من از اون دخترا که شما برام پسند میکنید خوشم نمیاد. خوشت نمیاد؟ نه یاد کسی واسه نامه فدایت شوم نفرسته. میخوای بری خواستگاری؟ بفرما، راه باز و جاده دراز. اون تونست جیکوپی که ما رو دراره به سرعت، یعنی سر سه سود.
من فکر نمی کنم این جوری باشه. شما حالا مطمئنین که آدرس اشتباه نیومدین؟ کی آرس جون؟ گفتین اسمتون چی چی بود؟ محسن توکی و همون که تو کیش باشون تصادف کرده. میگه محسن توکی و همون که تو کیش با تو تصادف. عمه جون بی تو کیش تصادف کردی؟ لعنتی بابا من که خسارتشو داده بودم که. این خونه رو از کجا پیدا کرده؟ من چی میدونم؟ حالا چیکار کنیم؟ عزیز جون تو رو خدا برو یه جوری ردش کن. تو برو گم شو دیگه. بذار من برم دم در ببینم چیکار میکنم. می خانم خسارتی تو بهت نداد ها؟ شما باید عزیز جون باشید نه؟ بایستو ببینم تو من از کجا میشناسی؟ راستش اگه خدا بخواد برای امر خیر خدمت رسیدیم. راست میگی؟ بعد این همه سال یعنی وقتی منم باز شم؟ دمت گرم یکی حالی میکنم با آدم های خوشمزه. شما خودتون الان تنو اومدین؟ تنوی تنو؟ خب ما بعد از حالا همه هم بیاره داشته باشیم. راست میگین بالا یعنی تفاهم داشته باشیم نه؟ یعنی چیزایی. پس من از حالا باید براتون بگم که من دو تا چیز خیلی دوست میدارم، یکی کتابای فلسفیه، یکی هم آب هویج. میخرم برات. میگین شما به نظرتون مامانتون نمیخوان من از نزدیک ببینن؟ وقتی مادرم دوزاریش افتاد که میخوام بیام خواستگاری ناهید خانم بد جوری اتاقان زد. چی گفتی؟ ناهید خانم؟ نفهمیدم. گفتی خواستگاری ناهید خانم؟ آره دیگه. این کارها چی میکنی؟ ناهید خانم عروسی نمیکنه. او هم با کی؟ نفهمیدم. من چی گفتم که یو این رو به اون رو شدی؟ ناهید خانم تا آخر عمرش هم عروسی نمیکنه. آها یعنی تارگ دنیا شده؟ نه خیلی دادش پرویزش اجازه نمیدم. اگرم باورت نمیشه از تمامی در همسایه ها برو بپرس ببین چند تا خواستگار دم در این خونه با دکدنده شکسته رونه بیمارستان شدن. بی خودم خودت مگه ناهید خانم طفل صغیره که اجازه نمیدن؟ ای جرأت داری جلو داداشش پرویز خان بگو. خب معلومه که جرأت دارم. شما اجازه بدید من میام تو. حالا که خونه نیم. پس کجا؟ کارخونه. بذار بله یا آقای اومدن میگن براتون یه چک آوردم. بگو بیارن بالا. ساختمون رو برو لطفا. قربون دست. بله آریگاتو. یه لحظه. شما چه کوردین؟ با اجازتون. چی هست؟ راستش قصهش یه خورده مفصله. من وقت قصه گوش دادن ندارم عزیزم. هرچی هست بگذارید تشریف ببرید. الان تقدیم میکنم. دوزو یعنی بفرمایید مال شماست. این به چه مناسبته؟ آخه آدم ها وقتی با هم آشنا میشن به هم یه گل میدن، کادو میدن، چشم روشنی میدن، یه مقداری که قضیه جدی تر بشه به هم دیگه طلا، جواهر. یه کار کوچیک اداری عزیزم، انقدر مقدمه چینی و قرتی بازی نداره که. چک آوردید بدید به سلامت. آخه میدونی چیه مهندس جان؟ این چک مال خواهرتونه. خواهر من به شما چک داده؟ به چه مناسبت؟ سر همون قضیه تصادف تو کیشه ولی چیزی نشده. خواهر من با یه مرد تصادف کرده؟ اصلا هول نکن مهندس جان، هول نکن. بینی که من صحیح و سالمم، هیچ اتفاقی برام نیفتاده که.
راستش هر چی نشستم فکر کردم دیدم این پول اصلا از گلوم پایین نمیره، بعد خسارت موتورم فدای یه تارموشو. ایشون نشسته بودن پشت ماشین که حواسشون نبود. پیش میاد دیگه مهندس جان، پیش میاد. بعد خدمتتون عرض کنم که منم از همون دقیقه اول که چشمم افتاد تو هتل به ایشون، فاتحه. تو چشمت غلط کرد افتاد به ایشون، بزغاله. چطور ماته؟ سب کن مهندس جان، بابا ناسلامتی خواهر شما رئیس ما بود، آدم چشمش به رئیسش من نمیفته. من اون چشاتو در میارم مرتی که، مگه تو خودت خواهر و مادر نداری که چشت میفته به خواهر مردم؟ آخه مهندس جان چرا نامربوط میگی؟ من اومدم که خواهرتون از شما خواستگاری کنم. یه بار دیگه بگو. اومدم خواستگاری خواهرم. من تو رو میکشم، من تو رو میپزم، من حسرت خواستگاری رو به دلت میذارم. میگم در اون مطب روان پزشکی رو گل بگیرم. چیش میگی بس من؟ چیش میگی بس من؟ چیش میگی بس من؟ من تو رو میکشم. مهندس بابا شوخی کردم، مرد باید جنبه داشته باشه. اومدی راه بری تکرف زدی محسن تو کیو. مهندس قرص ژاپنی گن زدی محسن تو کیو، واسه چی اینجوری کوبیدی تو سرش؟ بذار برو. نه اول یه زنگ میزنم اورژانس، بعد فلنگو ببندم. ولی اگه مرده باشه چی؟ نمیتونی در بری. نگهبانی که تو رو دیده میتونه بگه چه شکلی بودی. بهترین کار اینه که جنازه رو قایم کنم، بعد یه جوری ببرم سربینستش کنم. آخه اولاق زنه گفت که مردی که میزنه خواستگاره خواهرش لطو پار میکنه. این که حرف نمیزنه، پس من این صدا رو از کجا میشنم؟ هر غلطی میکنی زودتر. حالا نگهبانم یه گچک دادن که انقدر طول نمیکشه، فوزیلیش گل میکنه میاد. ولی خواهره رو چی کار کنم؟ خاک تو سرت محسن تو گیا، تو اون روحت اومدی خواستگاری سطح دایی بچه ها رو کشتی. خدایم اگه تو اون روحت. من هرچی تو سرش میگذره میشنم. حالا یه کاریه که شده دیگه، میخواست دیوونه بازی در نیاره. امتر میخوان خواهرتو با سلام صلوات بگیرم، تو چاقو کشی میکنی؟ حقت بود. پاشو پاشو زنگ بزن اوشنگ بهت کمکت. یارو عطار ژاپنی سیاد کرد، خاک تو سرت محسن. گفت این قرصا معجزه میکنه، دو تا شیشه قرصو بده انداخت 500,000 تومن.
زنگ بزن موشنگ بیاد. دیالا زنگ بزن. جسارت های مندس مثل که شما مجله دارید مزاهم میشم مثل که چک ورده بود یارو بودم یارو البته ببخشنه این برج های دادن حقوق ما چی میرسه چپ چپ نگاه میکنیم مردی که دو ساله گوساله خودتی یعنی چی من میتونم هر چی تو فکر دیگران میگذره رو بخونم یعنی من میتونم فکر همه رو بخونم شام چی داریم؟ زهر مارم زیادتی امه جون همچی که دوست میداشتی زرش پلو با مرغ وای خدایا حالا چی کار کنم؟ چی بهش بگم؟ شما شام خوردین؟ جان بله این الان میخواد راجع به پسر حرف بزن داداش میخوام براتون شام بیارم داداش به خدا نمیخواستم ناراحتت کنم وای یعنی موضوع تصادف رو بهش گفته چجوری شد که شما تصادف کردی؟ ما رفته بودیم کیش بعد سوار تاکسی شدیم خوردیم بهش چک دادیم ها من به شما تلفن کردم نمیدونم برای چی گل آورد چرت و پرت گفتم نه بدتر مزخرف گفتم یعنی باور کرد ای خدا یعنی که میشتم مثل بباد از پنجره بیری بیرون امه جون ما راحت بیشیم من معمولا از در میرم بیرون از این به بعد اگه خواستی تصادف کنی به خانوما بزن یا به پیر مردا که نیان خواستگاریت ای بابا پدر رو جد داله به منه چه همهش باز مرماده است بخونه دارم خواب میبینم میتونی فکر رئیس جمهورا رو بخونی میتونی بفهمی تو کله اون مرتضوی بیشرف چی میگذاره مرتضوی کدوم خریه میتونی فرمول پپسیکولا رو بفهمی میتونی کارخونه رو نجات بدی بعد فکر بخونم فکر کن کاش که تو یک گربه نر بودی این قرصو بگی بندازش تو دیگه به دردم نمیخوره
کجا داری جمع میکنی میخوای بذاری بری؟ مگه خول شدی؟ تو همون دیروزی هستی که میخواستی زن بگیری؟ آره عزیزی پسر چرا خدا ببونم چه مرگته؟ چی شده که از این رو به اون رو شدی؟ هیچی عزیز جون زدم برادر دختره رو ناکارش کردم دارم در میرم خوب شد؟ خدا مرگم بده دیدی چه خاکی به سرمون شد؟ نه ترس بابا نمرده پس چی شد؟ هیچی زدم هشتگ و پشتگیشو در آوردم حالا میخوای فرار کنی؟ عزیز جون منو فرار؟ اصلا بهم میاد؟ شما من نمیشناسی؟ میخوام یه چند روزی بزنم برم یه جایی آبا از آسیاب بیفته بعدم برمیگردم و ادامه قضایا ادامه قضایا دیگه چیه؟ هیچی دیگه بابا خواستگاری دیگه رو تو برم بچه زدی برادرش رو لته پار کردی حالا میخوای بری خواستگاری؟ شما چرا فکر نمی‌کنی؟ اتفاقا من خیلی هم فکرم مشغوله چطور؟ شما چطور؟ من؟ چطور مگه؟ اثرش تموم شده اثرش تموم شده قرص شیشه نوشابه قرص شیشه نوشابه فکر کنین فکر کنین چه من نگاه میکنین فکر کنین به چی؟ اول مرغ بوده یه تخم مرغ اول مرغ بوده یه الاغ فکر کن فکر کنین من نگاه میکنم فکر کن مرگم بده خودش باید بزنه خودش باید بزنه محسن تو کیو کجاست؟ مخش تابیده؟ الو خانم مظفری؟ بله چیزی شده؟ نه چیزی نشده ببین آدرس یکی از راننده های هتل رو میخوام محسن محسن تو کیو؟ بله چشم آره سری بعد ببینید شما هم خودت سری را بیافت یه کارخونه مگه من اخراج نشدم؟ خب حالا دوباره استخدامی خداحافظ خودت باید بزنی برو آقا این چه طرز رفتار مانده داد فرشی خودت در میری. یا کمبوزه. بزن. نمیزنم. بزن. میگم نمیزنم. میگم بزن وگرنه همینجا خفت میکنم. من نمیزنم. مدیر داخلیت میکنم بزن. نمیزنم. 5 میلیون تومان پول نقد میدم بزن. من نمیزنم. خب پس میشین. من تو نفهمم اینجا چه خبره؟ نه میشینم نه با میستم. و قضیه این مدیر داخلیت چیه؟ از همین حالا استخدامی. مرد حسابی من بابام و بابا بزرگ و جد آبادم رانندگی میکردن. خودمون تنها کاری که بلدم همینه. نه از مدیریت خارجی سر در میرم نه از مدیریت داخلی بعد سه میکنم آبرود میره بابا جان یه دقیقه بشین عزیزم من یه سردرد مادرزادی داشتم تا دیروز از وقتی این بطری رو زدی تو سرم بعد یه قرص بهم دادی سردردم خوب شد اصلا خوب شد حالا میتونم کار کنم حالا میتونم کارخونه رو راه بندازم حالا میتونم کارگرا رو برگردونم سر کار بعد میتونم از پس طلبکاران بر بیام به شرطی که این سردرد لعنتی بذاره میگرن داری؟ میگرن دارم آره یه چیزی توی مایه ها عزیزم دوای درد من دست توه
یه ضربه، یه قرص ژاپنی. باشه. ولی فقط یه شرط داره. هر شرطی باشه من قبول. من فقط یه بار دیگه خواهرت. تو باز راجب خواهر من حرف زدی. ول کن بابا، ما رفتیم. وای خواهر. ببین آقا جون، ما اصلا معاملمون نمیشه. یه تو سری خوردی حلال بابا. ما تو رو بخیر، ما رو بسلامت. بشین. عزیز من، خواهر من از تو خوشش نمیاد. از سر و شکلت، از دک و پوزت، از لاتلوتی حرف زدنت. چرا نمیفهمی؟ عزیز من، شما اجازه بدید من فقط یه نیم ساعت باش حرف بزنم. تو به اندازه نیم ساعت غلط میکنی. بابا جان، ناهید ازدواج نمیکنه. ناهید تا آخر عمر ازدواج نمیکنه. از این ماجرا بگذر. آقا جان، اصلا قضیه ازدواج نیست. من اصلا نمیخوام این حرفو بزنم. من میخوام پولشو بهش بدم. صد تا شیشه قرصم که بخوای بهت میدم. اصلا با این شیشه نوشابه چیه؟ با همین میز همچین میزنم تو سرت. فقط از من نیم ساعت نماش حرف بزنم. خیلی خوب، خیلی خوب. میری در یک مکان شلوغ، در رستوران همیشگی ما. نیم ساعت هم غلط میکنی. به اندازه یک روب باش حرف میزنی. بادیگاردش احمد علی هم باهاتونه. حله؟ باشه. تموم شد؟ بله. اینو بگیر، برو سب کن. برو. سلام مهندس. سلام علیکم. این گل چماق دیگه کیه؟ محافظ شخصیشه؟ دیگه خوشتیبتر از این پیدا نمیشد. پرویز خان، حیف تو نیست با این آدم ها نشست و برخواست میکنی؟ خانم مظفری، برای آقای محسن توکیو یه کارت میزنید، از امروز مشغول به کار میشن. عنوانش رو هم مینویسید مدیر داخلی. ببخش من مهندس. سب کن. بله. ببخشید آقای مهندس، کارخونه در شکست مدیر داخلی میخواد چی کار؟ میخواد. همین الان زنگ میزنید، تمام طلبکارا رو خبر میکنید، فردا برای جلسه میان کارخونه. یعنی کارخونه دوباره راه میافته؟ من شک داریم. کارگرا بفهمن از خوشحالی جشن میگیرن. احتمالا. اگه بد نبود همینجا ما چتون میکردم. همه عالم و آدم فهمیدن این عاشق منه، الا این خود خرم. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. تو اینجا چیکار میکنی؟ بیا بشین بابا. این آقا رو من میشتم 17 سال پیش، مستجر ما بود. شلوغ نکن بابا، این که دیگه بوده. این سویچو بگیر، این سویچو بگیر. گوش کن ببین چی میگم. احمد علی، میری در خونه ناهید رو بر میداری. بله. میبری رستوران همیشگیمون. بله. این آقا میاد روبروش میشینه با فاصله. بله. فقط یه رو احمد علی، فقط یه رو با هم حرف میزنن. بعد ناهید رو برمیداری میبری خونه. فهمیدی؟ خیلی. اگه یه رو بیشتر شد چی؟ حالا یکی دو دقیقه کمتر نداره. برو برو دیگه. اون ور پنجره است، در اون وره. احمد علی. بله خانم. تو نمیدونی این آقای توکیو برای چی میخواد منو ببینه؟ خیر خانم. یعنی پرویز به تو هیچی نگفته؟ نه خیر خانم. اجازه هست؟ آقای چی باشن؟ ایشون همون آقای توکیو هن دیگه. شما کافه گلاستو با چشم خانم. من گوش میکنم. اومدم چکتون رو پس بدم. برای پس دادن چک نیاز به این همه تشریفات نبود. میتونستین چکو بدیم به برادر. ایشون اجازه دادن که من خودم خدمتون برسم چکو تقدیم کنم. برادرم؟ من برادرمو بهتر از شما میشناسم آقای توکیو. اون اجازه نمیده حتی یه سوسک نر از جلوی در اتاق من رد شه. اون وقت چجوری اجازه داده که من و شما با هم ملاقات کنیم؟ شما یه لحظه اجازه بدید. شما یه لحظه اجازه بدید. بفرم. میتونم یه خواهشی ازتون بکنم؟ بفرمایید. لطف کنین اصل ماجرا رو سریع، دقیق و روشن برای من توضیح بدید. بگم شام بیارم؟ نه خیر. آخه
گفتنش یه خورده سخته. من چطوری؟ گوش کنین آقا، برادر من چند روزه که دیوونه شده، زده به سرش. تو چایش تخم مرغ میشونه، با شیشه نوشابه محکم میکوبه تو کله خودش، شبا عربده میکشه. شما چه بلای سر داداش من آوردین؟ خانم شما اصلا اجازه نمیدید من حرفمو بزنم. خیلی خوب حرفتونو بزنید، ولی اول بذارین من یه چیزی میخواستم بهتون بگم. این که اومدین دم خونمون گل آوردین و میخواستین خواستگاری و مسخره بازی، خیلی خوب بفرمایید. ببینید اون کسی که زبون ما رو ببخشید اون کسی که زبون ما سرش نمیشود زبون دل میفهمه. شما که زبون نفهمی بی تربیته یلایی. این فرق چرا رفت؟ ببین اون که زبون میفهمی اون که دل اصلا ولش کن آقا جون، من میخوامت میفهمی، من دوستت دارم. ناهید خان خانم نشان کجا رفت؟ خانم نشان، خانم نشان کو بابا من چه میدونم؟ من چه میدونم که با شما داشته باید بکرم. بابا بشین کافه گلاسته بخو بابا. خانم نشان خیلی خوب دیگه. مشکی بگیر بخور حالت جا بیا. نمیخوام امه. بخور امه جون بخور، بس بگی نمیخواد اقدم بشینی آب قوره بگیری. کم کم میفهمیم که چی کار میخواستن بکنن. یه پسر اون یه نادونی کرده، دلش پیش تو گیر کرده. غلط کرده؟ پسر بدقواره با موهای فرفریش تو خیابون رو برای کلاغ رو باش توخ میذاره. طول به خدا امه جون نگو، یه خواستگار آخری منم موهاش فرفری بود. وقتی اولین جلسه که اومده بود از من قد خوشش اومده بود، میگفت لابد اگه چشاتونم آبی بود لباساتونم آبی میشد، نکه از رنگ سبز بدش بیاد. اما نیست، تو میدونی پرویز چش شده؟ این کارا چه که میکنه؟ خب من اگه بخوام بهت بگم که دوباره حالت بد میشه. یعنی تو میدونی؟ بله من این همه سال توی خونه بودم، میخوای ندونم؟ بگو جون ناهید بگو امه، این اولین بار پرویز میذاره من با یه مرد ملاقات کنم. اگه بگم ناراحت نمیشی؟ نه اونا میخوان این کارخونه رو از چنگ در بیارن. چی؟ همین که بهت گفت. نه نه غیر ممکن پرویز. نه ای من بخوام برات بگم، میگی دوباره عمه داستان گفتی. آقات هم همینجور بود، می من خارش نبودم، می خوشگل نبودم، 142 تا خواستگار داشتم، از همه سنف بودن، مهندس، دکتر گوش حلق و بینی، نجات، غریق بلیط فروش، سینما، نوازنده قرنه، چه میدونم. کاکام هم بی خود از هر کدومشون هی ایراد میگرفت، دست دندشون میزد نیش کن، از بس مشاله مشاله زورش زیاد بود، مثل پرویز که نبود، 2 متر قدش بود، 1 متر عرضش بود. بی خودی ما آرام حفظ کرده بود تو خونه. اون موقع نه کامپیوتر بود نه تلویزیون بود، 4 تا مرغ عشق داشتیم، 4 تاشون هم ماده بودن. وقتی هم من شوهر نکردم از ارث پدری هم محروم شدم. حالا پرویز هم بلا میخواد سر تو چیر کردی زیر بالش. باور نمیکنم. نکن وقتی که مثل من توی خونه اقد موندی که پوسیدی باور میکنی. من نمیذارم. نه ترسی ها تو روش وایسو، نه رو کشتت که فوق فوقش مثل آقا از پنجره میرید. سلام آقای نشاط هستی؟ بله. شما تنها اومدی؟ بله اشکالی داره؟ خب نه، با مدیر داخلیشون توی اتاق جلسه دارم. مدیر داخلیشون؟ بله. مدیر داخلیشون کیه؟ همون آقا موفرفریه، آقای توکیو. مدیر داخلیشون؟ باز نشسته محسن نگاه میکنه. شروع کن دیگه. آخه مگه میشه همینجوری شروع کرد؟ ما هم نشان این کارا حساب کتاب داره. خیلی خوب، ولی شلوغ نکن دیگه، حالا متخصص شد واسه من. شروع کن دیگه. باز چه شروع کن؟ خب ای میگید هول میشم. هول شدنی نیست که، ببین یواشا درد داره. چی رو درد داره؟ هنوز بعد از این مدت هنوز عادت نکری به درد. عادت کردنی نیست که. پس چیه؟ شفه پیشم گفتی باشه ولی باز درد گرفت. ای عزیزم حواسو جمع. آرو آخ آخ تو اینجا
اینجا چی کار میکنی؟ کارت داشتم. الان نمیشه. همینجا میشینی تا من برگردم. چشم. من الان جلسه دارم. شما میری پیش خانم مظفری میشینی تا من بیام. بیرون لطفا. دیر کردین آقای نشاط. من وقت ندارم آقا ها. بله ببخشید. بنده آمادم بفرم. آقای نشاط. اگر شما آمادگیشو ندارین بذارین برای فردا. آقا وقتی خودشون میگن آمادن حتما آمادگی دارن دیگه. بچهات تکون بخوری یک کفگرگی سفر آخرت. اینم که بکشین قاعده میشه چهار نفر نصفی. جوجه تو اندازه نصفی هم نیستی. من معذرت میخوام. پس بقیه طلبکارو کشن. شما که چیکتون پاس شد که یه طلبکاری وجود نداره آقای نشاط. یه طلبکار وجود داره اونم منم. خیلی معذرت خیم. اما اصلا متوجه منظور شما نبستیم. آقای نشاط، آقای مرتضوی چک تمام طلبکارها رو خریدن. الان تو دستشونه و حکم جلبتون هم گرفتیم. آقای مرتضوی غلط کردن؟ مرتی که کلا بردار. شما اجازه بفرمایید. باشه دیگه. آی نفسه میدنی چنده برای نفسه من بسیار نمایی کنو از نخواسته الان بسیار میدن کاری بکاری میدن بشین. آبجی شما واسه چی اینجایی؟ بله بله نه من جواب میدم. بله با آبجیمون بودم. گفتم واسه چی اینجایی؟ با آبجیمون بودی؟ بله. بدی من کیفیتو بده من؟ آبجیمون بودی؟ صدا ندی. پشت اون بر شما. اینو بگیر. پاشو شما. شما برو اون بر. سری. بشین. نه اونجا نه پاشو شما پاشو بیا اینجا بیا اینجا حواست به من باشه رحیم سنه کباب اولو بالا هم یه پدری تو در بیارم رتته خیال کردی دلم برات میسوزه آقای مهندس بزنم به تخته بزنم به تخته رنگ و رود باشده بزنم به تخته بزنم به تخته صورتت ما شده من قورتت میدم تو غلط میکنی سلام جناب سرما نکنه اینجا چگاه میکنه ببرش بیرون جناب سرما بیرون ما کاری نکردیم جناب سرما بیرون جناب سرما به جون مادرم ما کاری نکردیم شاکی کیه؟ منم بشینید آقا شما بفرمایید کار من تجارت قربون ایشونم کارخونه داره حد وسط ورشکسته ما با هم جلسه داشتیم ایشون وسط اون جلسه رسمی یه زیر سیگاری ول کرده طرف کله من این هوا
من زیر سیگاری پرت کردم؟ جناب سروان توی جلسه رسمی ورداشته دوتا کرگدن آورده گذاشته اونجا منو بزن. شلوغ نکن آقا جون. زیر سیگاری پرت کردی یا نه؟ بله. چرا؟ بس اینکه کلاورداره. من کلاوردارم؟ جناب سروان بنده وکیلیشون هستم. به استناد ماده قانون 723 خفه شو بابا. جناب سروان اجازه میفرمایید که خانمو بفرستیم خونه؟ خوبیت نداره؟ نه آقا حسین، ما تا آخر خط هستیم. خانم شما با این آقا چه نسبتی دارید؟ اجازه بدین بنده توضیح میدم. نه خیر، خودشون جواب میدن. من خواهرشون هستم، شریکشونم هستم. این آقا با این ست آقا به برادرم و وکیلمون و آقای محسن توکیو حمله کردن. وکیل شما کدومه؟ شما بفرمایید کی اول حمله کرد؟ جناب سروان اما جلسه تشکیل بدویم نیشتریم کنی صحبت کدن دویم ای برای آقایم دیوانه بستیدی فوست دیمی سر من ای بر با خودم با اون بیدم آسمان رو جاریسم آقا می کمار دوره بگیفته مرا بلند کده هوارم آقا فرسی بپرست آقا رو ها آقا مرا از حجور با مختبه دویزیر تو آدم های دوره ورسن این خود لنپن هست آخه این بوزینه چیه؟ از بستگان ما هستن ایشون چیه؟ مدیره داخلی مون هستن مخلصی جناب سرنگ اون ما رو زده شما دو تو سابقه دارین؟ نوکرتم جناب سرنگ گذشته ها گذشته حالا ما شاکی هستیم تو چرا صورتت بریده؟ ما کسی رو نزنیم جان سرمان دیدیم رفیقم اونو میزنن ناراحت شدیم واسهش رفتیم تو شیشه چون منو نگرفته بودی چرخ فلک بازی میکردی؟ ببین آقای اینشارت حکم چرب شما تو دست باز اگر میخواید بیشتر از این پافشاری بکنم بخشه تو من که نمیخواستیم جان بد کاری کردم چکاشون رو خریدم نذاشتم ورچی کس بشن آره جونم این بدبخت از همه جا بی خبر اگر میدونست به خاطر سینان کوی آلمان این کار رو میکنی خودش اقدام میکنی من متحالا این اولین کارخونه دار نبوده که من آمدم از زندان نذاشتم بره بابا دهت هم مثل این بوده من کمکش کردم نذاشتم شکایت رو پاس کردم زن بچهشون همه از دست من راضی هستم من نذاشتم زندگی اینا به هم بخوره بد کاری کردم من معذرت میخوام ممکنه یه چند کلمه با ایشون حرف بزنم بفرمایید ببخشید من یه ماه وقت میخوام عزیز من جان من از محالات شما بتونید در مدت یک ماه این همه چکو پاس کنید اگه نتونستم این همه چکو پاس کنم کارخونه قلمبه مال شما خوبه قرارداد بنویس باید منتظر بشیم تا جوابشون بیاد صبر میکنیم همش کار همش خورده فرمایش حرف دل تو بگو دیگه ارزی ندارم بله چیزی نمیدونم اگه بیای خواستگاریم جواب رد نمیدم اصلا مهریه هم نمیخوام ما مهریه نمیدیم فرمودیم؟ عرض کردم ما مهریه نمیدیم کلن خانواده به چی؟ به این سینالکوی آلمان به مدیر عاملش چی شد؟ جوابشون رسید آلمان شرایط نشاط ایران را میپذیرد کارخونه نجات پیدا کرد خانم مظفری جان سلام علیکم سلام علیکم ناید خانم نایی در اینجا شما چند شنبه رفتید رستوران؟ یک شنبه
وقت امروز چند شنبه است؟ سه شنبه. تو این مدت تو کجا بودی؟ تو آشپزخونه رستوران. ناهید کجاست؟ نمیدونم. احمد علی، من دارم میرم آلمان، با تو چیکار کنم؟ چیکار میخوای بکنی؟ میخوام ناهید رو بسپرم بهت. بسپر، برو خاطر جمع باش. اه؟ بله. به امور اداری و مالی زنگ بزنید همه بیان سر کار. به آژانس هواپیمایی هم زنگ میزنید یه بلیت برای آلمان رزرو میکنید. خانواده نشاط تا دامغانم نرفته، اون وقت چطوری میخواد بره آلمان؟ میخواد بره اونجا قرارداد ببنده. عزیز من، میخواد بره که بره. یعنی چی بره که بره؟ وای من نمیفهمم که تو چرا نمیفهمی. اینم بیده همه چیار داره میفروشه که بره آلمان. خونه، کارخونه، ماشین، چی گیر تو میاد؟ من میدونم که با او پسر رو دست به یکی کردم. پسره؟ این ماجرا چرا تی به پسره داره؟ اختیار داریم. توی خانواده همه چی به همه چی ربط داره. بزن. خب من که نمیتونم جلو رفتنشو بگیرم. عزیز من، تا دیر نشده باهاش حرف بزن تا تو قضیه رو درده. دیده که نشد انیس جون، حالا شب که اومد خونه با هم حرف بزن. نه خونه نه ها، اون وقت تو عربده میکشه تا مثل موش دوباره میفتی یه گوشه میری فرودگاه. تو از آلمان چیز نمیخوای؟ شما فقط لطف کنید در من یک جفت شمشیر سامورایی بیارید ممنون میشه. تو آلمان شمشیر سامورایی هست بوز. خب حالا چرا ناراحت میشی؟ دو سه روز برو پیش مادرت. چش. متوجه نشدی؟ دو سه روز برو پیش مادرت بمون. باشه چش. مفهومه؟ مفهومه بله. تیخاخور بمون. بله. تیخاخور ناهید بمون. تو اینجا چیکار میکنی؟ میخوام باهات حرف بزنم قبل از اینکه بری. چی شده؟ بیا. کجا؟ همینجا بگو. تو برای چی داری میری آلمان؟ بله. پرسیدم تو برای چی داری میری آلمان؟ برای بستن قرارداد. نه خیر، تو میخوای کارخونه رو بفروشی. تو میخوای فهم من از تنگم در بیاری. کارخونه رو بفروشم؟ بله. دیوانه، من دارم میرم برای بستن قرارداد سینالکو، تازه میخوام کارخونه رو راه بندازم. چه گریه نکن بدی. تو خیلی عمل شدی، تازه دیگه همش کارای عجیب غریب میکنی. خیلی خوب، از آلمان که برگشتم برات توضیح میدم. فکرای احمقانه نکن. اینا حرفای تو نیستا. من وقتی برگشتم میدونم با انیس چیکار کنم. اگه ملچ مولیچ نکنه دید که مخم رفت. باور کنم. من دوست دارم خره. خب احمد علی، حواست به ناهید باشه. چهار چشمی موازه بشی. خاطر جمع باشی. خونه خونه. خدافظ. برید دیگه. دستشوی. دستشوی؟ برو تو. شما اینجا وایسا یه جلسه کوچیک ما داریم، ببخش. بگیرون. ببین. برو. بریم. بریم. شما میای؟ بله خانم، آقا نشاط گفته من اونجا شما باشم. من دارم میرم استخ، شما میای؟ استخ زنونه است، من نمیام خانم. پس بفرما. توکیو، میشه لطفا سوار شین؟ شما که تو فرودگاه گریه کردید، حال ما هم گرفته شد. ببینم برادرتون اذیتتون میکنه؟ نه خیر، کی همچین چیزی گفته؟ من همینجوری فکر کردم. به هر حال این مهم نیست. من دوست دارم اصل قضیه رو بگم.
اصل مطلب من میخواستم تو رستوران بگم، شما اجازه ندادی. دوست دارم بدونم پرویز برای چی شما رو نگه داشته. اون منو نگه نداشته، من خودم موندم. خب خودتون برای چی موندی؟ این کیه؟ اسمش نایکوه، یه دختر ژاپنی، همه زندگیم بود. چقدر شبیه همزادمه. من تو ژاپن کار میکردم، راننده بودم، اینم دختر کارفرمامون بود. ما با هم قرار عروسی گذاشته بودیم، یه هفته مونده بود به ازدواجمون. که پس اون اصل مطلبی که میخواستی بگی همین بود؟ نه اصلا این نبود. پس چی بود؟ من میخواستم به شما بگم. چطوری بگم؟ میدونی من میخواستم به شما بگم که چطوری باید بگم؟ چرا؟ جناب سروان چی کار میکنی؟ جناب سروان داره چی کار میکنی؟ ماشین دوبله وایستاده میره پارکینگ. آقا من نوکرتم، ما هنوز 20 ثانیه نیست اینجا وایستادیم. گفت کی گفته من میرم که برم؟ من دارم میرم یه قرارداد ببندم برگردم، مگه من تو رو ول میکنم؟ بعد اومدیم بیرون سوار ماشین با این پسره. پرویز خرد کرد؟ آقاش هم همطور بود، اینقدر عربده سر آدم میکشید تا اشک آدم در میبرد. بعدم میمد میگفت دوستتون میدارم. بابا داشتم این پسره رو برات تعریف میکردم، دوبله وایساده بودیم، یهو دیدیم جلوی ماشین داره. میدونم میخوای چی بگی عزیزم. من دارم میگم می پسر خوبی نیست، می خوشقلب نیست، می صادق نیست. خب گفت ببخشینا، من میگم برو دنبال زندگی، دنبال ارث، دنبال عشق. بعد میگم چی کار کنم؟ برم کارخونه رو اره کنم، نصفشو بردارم واسه خودم، بعدم با این پسر محسن ازدواج کنم؟ تو پرویز از آلمان من هم چه حرفی زدم؟ من دارم میگم تو باید از این خونه بری بیرون، بری کارخونه، تا وقتی که پرویز نیست بری اونجا خودت جا بندازی، تا همه ببیننت، بشناسنت، بدونم تام سهام داری. به همین بهانه وقت پسرورم باهاش حرف بزن، بیشتر بشناسش. چشم، امشب بهش فکر میکنم. میرم کارخونه، از امروز زندگی میکنم. سلام عرض میکنم. تو اینجا چی کار میکنی؟ مگه نمیدونی جایدن روی کارخونه از این وری شده؟ بیمزه. راستشو بگم؟ بگو. داداش پرویزتون گفتن که من مواظب خونتون باشم. داداش من؟ حتما. او صبح که خواب بیدار شدم حواس دل جگر کردم، دیدم تنهایی نمیچسبه. صبح اول صبح دل و جیگر. یه نای کن. چقدر زیاد گرفتی، ورشکست میشی که. بزن روشن شد این چسبه بخون. خفه نشی. اصلا دیگر که ریگولی نمی خواهد که بیا چه کارش کنم؟ تو خواهد تو چه خواهد؟ دمیر چی دیگر دفع پشتر هم بگی؟ چی کار بگی؟ شیست دیگر تو کشید از بار چی؟ دیگر دفع پشتر هم بگی شیست دیگر سیخ بشید از با سیخ شیخ 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 آبا باشتا نایفت سه بار گلترم میگفت. فارسی؟ از
پس همه این دوندگی ها به خاطر اینه که من شبیه نامزد از دست رفتتم نه؟ همینطوری که اسماتون شبیه به همه، قیافاتون هم شبیه به همه، همه چی درسته درسته الا اون چیزی که عزیزم گفت. مگه عزیزت چی گفت؟ هیچی، گفت که زن و مرد باید خورند همگه باشن، باید همکفو باشن. همکفو؟ آره دیگه همکفو. یعنی چه همکفو؟ من چه میدونم، باید داری از خودش بپرسی. آخه عزیزم تنها کسی که با اون اصل مطلبی که چند دفعه میخواستی بگی بالاخره چی بود؟ من دو کلمه حرف زدنم نمیبینه یاد نگرفتم. من دلم پیشت گیر کرده. حالا یه دفعه دیگه بگو شیش سیخ جگر سیخی شیش هزار. شیش سیخ جگر سیخی شیش هزار. سلام. رسیدم بخیر. متشکرم. بله. این اتاق با سلیقه شما چیده شده؟ نه، خواهرتون. خواهرم؟ بله، از همون روز که تشریف بردید آلمان کارشون رو شروع کردن. کارشون رو؟ بله. الان کجا؟ با مدیر داخلی رفتن خط تولید رو ببینن. از محسن توکیو حلیم درست میکنم. تو هم اینقدر اینجا میمونی تا ببوسی. تو دیگه نمیتونی منو زندونی کنی. خیلی ممنون. بفرمایید.
محسن جان، محسن بنفش خانوم هستن. بدش من مادر، بفرمی. نمیدونی مادر، ماشالله هزار ماشالله، دست پختش خوش از سر آدم میبره، خیاطی میکنه مثل ما، دیپلمش هم گرفته، کلاس مرغاب دوزی هم میره مادر. تزیین سفره. آره دیگه همین، هندونه خربوزه از این چیزا شبیه مرغابی درست میکنه برای سر سفره. دختره فتح‌الله خانه دیگه، با جناق آقای مشیری. من داری نشستم حرف میزنم، برم براتون چایی بیارم. چیکار کنم؟ تکون نخوری دقیقه فکرتو بخونم. تو آشناهاتون که گربه نه سراغ نداری؟ غلط کردی تو. یه حالا مونده فقط بر تو شوهر پیدا کنم. بیشتر چه؟ ناهید کش نشه. نمیذارم تاریخ 200 سالی خانوادگیمون لکه دار بشه. اگه شما دک و دنده میشکستی من خون میریزم آقا جون، خون. دروازه. ناهید کجاست؟ محاله بگم رفته خونه محسن. تو کیو؟ خانمو معرفی نمی کنی؟ دختر همسایه هستن. دختر همسایه هستن. اون وقت مادرتون کجا؟ تو خونه هست. تو خونه هست. هندونه می خوردین؟ می خواهم براتون آب میوه بگیرم، بهتر نیست؟ ناهید فسفت زد. تو خجالت نمی کشی؟ من این همه راو بخاطر ناهید. من فقط برسم، یعنی من فقط برسم اونجا. تو در و جرأت، تو فقط در و واز کن. دستشویی کجاست؟ ناهید سب کن ناهید گم شو. بابا دختر همسایه بود، داداشم گفته بود مردم معرفت ندارن، من باور نمی کردم. بابا عزیزم دختره رو خبر کرده بود. حرف نزن، نمیخوام صدا تو بشنوم. عزیزم به قول خودش میخواد به من سر و سامون بده، ولی نمیدونه تو قلب من چی میگذره. به خدا من روحم هم خبر نداره. من یه دفعه چشمام وا کردم دختره بغل دستم نشسته. آخه عزیزم نمیدونه که من دوستت دارم. شرط داره. بگو هرچی باشه. با من ازدواج کن.
ولی اول باید کمکم کنی که پرویز رو راضی کنی. اون شب من نصف تهران رو گشتم، خسته شدم دیگه اومدم خونه. همه تصمیم گرفتیم جلوی شما بایستیم آقا. ببخشید داداش، اما این تصمیم دیگه گرفته شده. تازه انیس خانوم یه چیزی گفت که خیال هممون راحت شد. من بهشون گفتم که ای توفنگو 100 سال شلیک نکرده، اصلا کارم کنه. تازه اگرم کار کنه اول منو بزن. حتما همین کارو میکنم، خرچنگ. وضعیت خانوادگی منو لکه‌دار کردید. 4 تا گلوله آماده کردم برای 4 تاتون. پرویز خان یه دقیقه اجازه بدید شما. تو خفه شو سوسمار. چشم. داداش این کارا چیه میکنی؟ تو دیگه نمیتونی منو زندونی کنی. اصلا مگه ما چه گناهی کردیم؟ فرار کردین؟ شما خیالتون راحت، من مواظب آقا. برو آقا، من میخوام یه دقیقه بهش حرف بزنم. میذار من همینجوری یه دقیقه بهت حرف بزنم. نه تو خاله دوستم داری. خب خاله کم که تو رو دوست می‌داره. آقا محسن که خاله دوست می‌داره. خاله هم آقا محسن دوست می‌داره. پس کسی که خاله دوست می‌داره تو هم باید اون دوست داری دیگه. بسی مینا. بسی. تو اصلا خودت فهمیدی چی گفتی؟ آه بله. اگه نفهمیدی تو دوباره برات بگم. شهید! میخوام باید حرف بزنم. منو اب ندارم. بریم شما. من میشناسمش. وقتی میگه میخوام حرف بزنم یعنی میخواد حرف بزنه. برو محسن. برو. یادت بچه بودیم برای اینکه ببینیم کی اول باید حرف بزنه چی کار میکردیم؟ سنگ کاغذ قیچی، سنگ کاغذ قیچی، باختی. خیلی خری. به خدا اگه من از این خونه برم تو خوب میشی پرویز. من دیگه خوب نمیشم. از وقتی پدر مادرمون مردن، از وقتی تنها شدیم، من هر کاری میکنم به خاطر توه. یادته تو رو پشت خودم میبستم، 1 کیلومتر پیاده را میرفتم حوصلت سر نره.
مریض می شدی، مریض می شدم. گریه می کردی، گریه می کردم. می خندیدی، می خندیدم. حالا اگه تو بری، من به عشق کی از شرکت بیام خونه؟ من به عشق کی صبح از خواب بیدار شم؟ من خونه به این گندگی رو میخوام چی کار؟ ناهید، تو دنیا هیچ که بیشتر از من دوست نداره، خره؟ خب منم تو رو دوست دارم، تو کاکای منی، اما دلم نمیخواد به سرنوشت تنیس گرفتار بشم. منم آدمم، حق دارم زندگی کنم. ببخشید داداش، اما از وقتی محسن اومده تو زندگیم همه چی عوض شده. اصلا زندگی یه رنگ و بوی تازه خودش گرفته. یه بار انیس گفت آدم وقتی عاشق میشه صدای قلب خودشو میشنوه. منم میخوام زندگی کنم پرویز. من صدای قلب خودمو شنیدم. هتل کیشو پس گرفتم. برید اونجا، نمیخوام کسی بفهم. جشنم نگیرید. هر غلطی میخواید بکنید اینجا بکنید. ناهید تو فراموش نکن. سلام علیکم. سلام علیکم. خیلی حرف های قشنگ زدی آقا. تو اصلا شنیدی ما چی گفتی؟ نخیر آقا. به چی میگی؟ خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب. بی نسل هر بگیر. مواظب آقا. مخلص برد از زنم هستی. زنبور. برای شما هم یه فکری میکنم هم بچه. قربونه. این کارا یعنی چه؟ ببخشید آقا جان، خاک تو سرت کنن. Thank you.
اومدی؟ گرفتمش. نخند، خنده داره مگه؟ تو برای چی اینجایی؟ بله. تو برای چی این اتاقی؟ بخواد یه زنمه. اه؟ بی بیرون. شما بیا برو تو. شما داداش صحبت خانوما جدا، آقایون جدا. برو تو، برو تو. داداش آخه با برو تو. شما خودت در قفل، از داخل در قفل. دوباره اومد شروع شد. مهندس ولمون کن. صحبت نباشه، برو بگی. یعنی چی؟ برو بگی بخواب. یعنی چی برم بگیرم بخوابم؟ من اومدم بابا، من زن گرفتم. چه جوری به تو بگم؟ اومدم ماه عسل. تو غلط کردی اومدی ماه عسل. اگه اون زن توی خواهر منم هست. خب من بخواب میگم. چی رو بخواب؟ مرد که خجالت نمیکشه. یک ماه و نیم به طور آزمایشی خانم ها جدا، آقایون جدا. آقای مهندس خان، من زنگ گرفتم شوهر که نکرد. من اعصاب ندارم، ما هم چی میزنم تو سرتون پر مواد بخوابه. چی رو اعصاب ندارم مهندس جون؟ ماده یه خورو حالیت بشه، من زنگ گرفتم. من خجالت تو غیرت مگه نداری؟ زن شوهرشو برده تو اتاق درو بسته. بگی بخواب. خسته برمش تو اتاق درو باز بکنم. مهندس آقا دیوونم کردی تو. ساکت من از رسیدم، اعصاب ندارم، خستم. شب بخیر. شب بخیر. بخواب بعد بخوابی که پا نشی مهندس.